سرخط خبرها. مکرون در دیدار با رهبر چین از نفوذ خود استفاده کرده و پوتین را سر عقل بیاورید. پهباد انتحاری روسی برای جان توپهای پیشرفته آمریکایی در اوکراین. نشریه انگلیسی از آمادگی اوکراین برای مذاکره با روسیه بر سر کریمه خبر داد. و روسیه: ناتو باید بازنشسته شود. این ائتلاف با امنیت بین‌المللی ناسازگار است. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. مکرون در دیدار با رهبر چین از نفوذ خود استفاده کرد و پوتین را سر عقل بیاورید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه 6 آوریل در پکن و دیدار با همتای چینی خود شی جین پینگ از او خواست برای راضی کردن روسیه در جهت پایان دادن به جنگ تلاش کند. مکرون در حالی که در کنار رئیس جمهور چین ایستاده بود به شی جین پینگ گفت: تجاوز روسیه به اوکراین ضربه‌ای به ثبات بین‌المللی وارد کرده است. می‌دانم که می‌توانم روی شما حساب باز کنم تا روسیه را بر سر عقل بیاورید تا همه به میز مذاکره بازگردند. آقای مکرون پیش از این گفته بود که در دیدار با رهبر چین تلاش خواهد کرد تا مسیری مشترک با چین را برگ صلح در اوکراین ایجاد کند. همچنین رسانه دولتی CCTV چین به نقل از شی جین پینگ گزارش داده که رهبر چین در دیدار با مکرون تاکید کرده که پکن و پاریس توانایی و مسئولیت دارند تا از تفاوت‌ها و محدودیت‌ها فراتر روند، چرا که به گفته او جهان دستخوش تغییرات عمیق تاریخی است. مقام‌های فرانسوی پیشتر گفته بودند که مکرون قصد دارد در این ملاقات از شی جین پینگ بخواهد که از نفوذ پکن در روسیه برای ایجاد صلح در اوکراین استفاده کند. هرچند پاریس معتقد است که چندان نسبت به ایجاد تغییر عمده در مواضع چین امیدوار نیست. مکرون پیش از ملاقات با شی جین پینگ با لی چیانگ نخست وزیر چین و مرد شماره 2 حزب کمونیست دیدار کرد. رئیس جمهور فرانسه در آن دیدار ضمن اشاره به جنگ اوکراین تاکید کرد که ایجاد یک مسیر مشترک میان کشورهای جهان برای پایان دادن به جنگ و بحران در اوکراین ضروری به نظر می‌رسد. نخست وزیر چین هم در این دیدار اشاره کرد که احتمالاً اتفاق نظر قابل توجهی میان مکرون و رهبر چین وجود دارد. با این حال او هیچ اشاره‌ای نکرد که آیا پکن تمایلی دارد که برای ایجاد صلح در مسکو لابی کند یا خیر. پهباد انتحاری روسی برای جان توپهای پیشرفته آمریکایی در اوکراین. یک منبع نظامی روسی امروز پنجشنبه اعلام کرد که پهپادهای روسی تجهیزات پیشرفته آمریکایی در اوکراین را منهدم کردند. این منبع اعلام کرد پهپادهای انتحاری روسیه از نوع لندست موفق به انهدام توپهای هاوتزر آمریکا در مناطق عملیاتی در اوکراین شدند. منبع مذکور افزود پهپادهای لندست کارآمدی عالی خود در جریان عملیات نظامی در اوکراین را نشان دادند و در حال حاضر به یکی از ابزارهای اصلی جنگی تبدیل شده است. این منبع تاکید کرد بیش از 100 توپ هاوتزر آمریکایی و توپهای غربی منهدم شدند. نشریه انگلیسی از آمادگی اوکراین برای مذاکره با روسیه بر سر کریمه خبر داد. فاینانشال تایمز به نقل از آندری سیبیها معاون دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نوشت که اگر نیروهای کیف به مرز شبه جزیره کریمه برسند، این کشور آماده گفتگو با مسکو خواهد بود. به تعبیر نشریه انگلیسی، این صریح‌ترین اظهار نظر صورت گرفته درباره علاقه اوکراین به مذاکرات با روسیه از زمان قطع گفتگوهای صلح با کرملین در آوریل گذشته است. سیبیها به فاینانشال تایمز گفت: اگر ما درباره دستیابی به اهداف استراتژیک خود در میدان نبرد موفق به مرز با کریمه نزدیک شویم، آماده ایم که فصل دیپلماتیک جدیدی را برای گفتگو در این زمینه باز کنیم. البته این بدان معنا نیست که ما مسیر آزادسازی کریمه توسط ارتش خود را نادیده خواهیم گرفت. این نشریه انگلیسی نوشت که اظهارات نامبرده میتواند مقامات غربی را که نسبت به توانایی اوکراین برای بازپسگیری شبه جزیره کریمه تردید دارند و نگرانند که هر گونه تلاش نظامی کیف در این زمینه میتواند منجر به تشدید جنگ و تحریک روسیه به استفاده از سلاح هسته‌ای شود خاطر جمع کند. نوشته فاینانشال ادامه داد: سیبیها یک دیپلمات کهنه‌کار است که در دفتر رئیس جمهوری اوکراین روی سیاست خارجی تمرکز دارد و در لحظات مهم جنگ در کنار زلنسکی بوده است. او میگوید که رئیس جمهور اوکراین و مشاورانش اکنون به طور خاص روی موضوع کریمه متمرکز شدند، زیرا ارتش اوکراین به آغاز عملیات متقابل خود برای بازپسگیری این منطقه نزدیک شده است. روسیه: ناتو باید بازنشسته شود. این ائتلاف با امنیت بین المللی ناسازگار است.
همزمان با 74 سالگی ائتلاف نظامی ناتو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این ائتلاف با امنیت بین المللی ناسازگار است و باید بازنشسته شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار کرد ناتو برای مقابله با قدرت‌های جهانی هر اقدامی را انجام می‌دهد و جهان را خطرناک‌تر می‌کند. در کل با اطمینان اعلام می‌کنم که امنیت و ناتو دو مسئله ناسازگار با یکدیگر هستند. وی افزود ناتو که روز سه‌شنبه 74مین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گرفت، هیچ اظهار نظر غلوآمیزی نداشت، زیرا اعضای این بلوک نظامی جنگ‌های را ایجاد کرده و کشورها را ویران می‌کنند. آنها غیرنظامیان را به قتل می‌رسانند و بدون ذره ای مجازات نسبت به این جنایات جنگی باعث تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی می‌شوند. زاخاروا با اشاره به گسترش ناتو بیان کرد این ائتلاف ادعا می‌کند که چنین گسترشی دفاعی است، اما تاریخ نشان می‌دهد که گسترش ناتو به سمت روسیه با تمرکز بر غصب کل سیستم امنیتی اروپا تهدیداتی را علیه امنیت مسکو به دنبال دارد. فنلاند با عضویتش در ناتو به قربانی دیگری تبدیل شد. این کشور سیاست خونسای خود را کنار گذاشت و در عوض خود را وارد منطقه خط مقدم کرد. این دیپلمات روسی افزود همانطور که شاهد هستیم ناتو قصد توقف فعالیت‌هایش را ندارد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو به طور فزاینده‌ای بیانیه‌هایی مبنی بر نقش جهانی ناتو منتشر می‌کند و چون این مسئله‌ای را یک نیاز برای ناتو تلقی می‌کند. دلیل ناتو نسبت به حمایت نظامی از اوکراین ادامه جنگ این کشور است و این ائتلاف با روابط نزدیکش با ژاپن و کره جنوبی حتی قصد حمله به چین را هم دارد و برنامه‌اش این است که قطب شمال را هم نظامی سازی کند. وی در پایان تصریح کرد اکنون در 74 سالگی ناتو وقتش رسیده تا این ائتلاف بازنشسته شود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.